دستتون اینجوری کنین، حالا ببندیم. یا شست دست راستمون رو قرار گرفته یا شست دست چپمون. به این میگن شست حاکم، چون روی همه انگشتا قرار گرفته. دوباره باز کنین، دوباره ببندین، بازم همون شست روه. باز کنین، ببندین، همون شست روه. حالا دستتون رو باز کنین، جوری ببندین که اون یکی شست رو باشه. میبینین تونه تو هم نمیره، یا وقتی بسته میشه یه جوریه براتون. پس حتی دستمون رو اینجوری کنیم تعریف داره. حالا از این تعریفات چه نتیجه‌ای میخوایم بگیریم؟ یه مثال بزنم. ما تو ذهنمون، تو مغزمون دوتا نیم کره داریم، نیم کره راست، نیم کره چپ. نیم کره راست ذهن قسمت چپ بدن رو کنترل میکنه و نیم کره چپ قسمت راست بدن رو کنترل میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من با دست راستم مسواک میزنم، کدوم نیم کره الان داره این مسواک زدن رو هدایت میکنه؟ نیم کره چپ. حالا اگه مسواک رو بدم دست چپم و با دست چپ مسواک بزنم، ممکنه بره تو دماغم، چون کنترل ندارم. یعنی من کنترلی، نیم کره راست من کنترلی رو این کار نداره. پس میخوام الان تست بگیرم، ببینم شما بیشتر از نیم کره راست مغزتون استفاده میکنین یا از نیم کره چپ مغزتون. اینو میخوام تست بگیرم. چه جوری؟ کاغذ خودکار آماده کنین. اولین تست، دستا رو اینجوری کنین و ببندین. شست دست راستتون روی یا چپ؟ الان تو دست من شست دست چپ من رو قرار گرفت. پس می نویسین یک، من باید بنویسم چپ. اگه شما اینجوری بستین، شست دست راست رو قرار گرفته بود، شما می نویسین راست. پس 6 تا تست کوچیک ازتون می گیرم، 6 تا چپ یا راست رو می خواین یادداشت کنین. پس 1، شست حاکم دست چپ یا راست. اگه چپ بود بنویسین چپ، اگه راست بود راست. تست دوم، دست بزنید. وقتی داریم دست میزنیم، یه دست داره دست زدن رو هدایت میکنه. ببینین دست من چپ من ثابته، دست راست من داره میزنه. اون دستی که انگشتای دست داره میخوره کف اون یکی دست، داره دست زدن رو هدایت میکنه. پس کدوم دستتون تو دست زدن داره هدایت میکنه؟ الان تو من دست راستمه که داره دست زدن رو هدایت میکنه. پس من باید بنویسم 2 راست. اگه شما اینجوری دست میزنین، یعنی دست چپتون، پس مینویسین 2 چپ. پس تست دوم، دست زدن شما رو کدوم دستتون هدایت میکنه؟ 2 چپ یا راست مینویسین. 3، دست به سینه بشینین. وقتی دست به سینه میشینین، یه دستتون میتونه کامل بیاد بالا. ببینین این دست من کامل میاد بالا. بعضیا میگن خب این یکی هم میاد بالا. ببینین نمیاد بالا. پس اون دسته که کامل میاد بالا، چپ یا راست بنویسین. تست چهارم، میخوایم از روی جوب بپریم. فکر کنین اینجا یه جوبه، میخوام از روی جوب بپرم. یه پا رو میارین جلو، اهرم میکنین تا از روی جوب بپرین. بعد از روی جوب میپرین. پایی که از روی جوب پرید رو نمیخوام. پایی که میاد جلو اهرم میشه، چپه یا راسته؟ من الان پای چپم رو میارم جلو، اهرم میکنم تا بتونم از روی جوب بپرم. تست پنجم، دستاتون رو اینجوری بگیرید، چشم ها رو ببندید. مجسم کنین یه میز جلوی صورتتونه، موبایلتون روبروی صورت روی میزه. دستا اینجوری، حالا موبایلتون رو بردارید. با دست راست موبایل رو برمیدارین یا با دست چپ موبایل رو برمیدارین؟ بنویسین. پس پنجمین چپ یا راست رو هم یادداشت کردید. اما ششمین تست، یه نقطه رو تو دورترین جایی که نشستین، جایی که هستین، دورترین جا، یه نقطه رو انتخاب میکنین. وقتی اون نقطه رو انتخاب کردین، با یه دست با انگشت نشونش میدین. پس اون نقطه رو نشون میدین در حالتی که این دست ثابت وایساده و دارین اون نقطه رو نگاه میکنین، یه چشمتون رو میبندید. پس همین طور که دارین اون نقطه رو نگاه میکنین، چشم چپ رو میبندین. میتونین با دست نگرش دارین، نه فشارش بدین، با دست قوس میکنین، اینجوری نگرش میدارین و اینجوری نگاه میکنین اون نقطه رو.
در حالت عادی که نقطه رو دارین نگاه میکنین و با انگشت نشون میدین، وقتی یه چشتون رو بستین، این نوک انگشتتون نسبت به اون نقطه یه مقدار فاصله پیدا میکنه، یا به چپ یا به راست. فاصلش رو فقط چک کنین چقدره، حدودن. بعد این چش رو باز میکنین، اون یکی چشتون رو میگیرین یا میبندین. حالا نوک انگشتتون نسبت به اون نقطه چقدر فاصله پیدا کرد؟ سوال اینه، تو کدوم حالت این فاصله بیشتر بود؟ تو کدوم حالت فاصله بیشتر بود؟ چشم بستتون چپ بود یا راست بود؟ دوباره میگم، یه نقطه رو با فاصله انتخاب میکنین، نشونش میدین، همین جور که دارین میبینین یه چشتون رو میبندین. نوک دست رو جمع نمیکنین دوباره بیارین، اینجوری هم نمیکنین، یه وری هم نگاه نمیکنین، درست روبروی صورتتون یه نقطه رو نشون میدین، نگاش میکنین. همین طور که دارین نگاش میکنین یه چش رو میبندین. وقتی چشتون رو بستین، نوک انگشت با اون نقطه یه فاصله پیدا کرده، شما فاصله نمیدین، خودش فاصله پیدا میکنه. باز میکنین، اون یکی رو میبندین، دوباره نوک انگشت با اون نقطه یه فاصله داره، یه کدومش تعجب میکنین، اصلا انگشتتون داره یه جا دیگه رو نشون میده. اونجایی که فاصله بیشتر بود، چشم بستتون چپ بود یا راست بود؟ مینویسین. حالا 6 تا چپ یا راست رو نوشتین. نتیجه تست، کیا 3 تا راست نوشتن، 3 تا چپ نوشتن. خوب دقت کنین، میخوام ببینم کدوم نیمکره داره بدن شما رو کنترل میکنه. 6 تا چپ و راستی که نوشتیم یعنی چی؟ یعنی اگه ما نوشتیم چپ، یعنی من این کار رو با قسمت چپ بدنم دارم انجام میدم، کدوم نیمکره حاکمه؟ نیمکره یه راست. اگه نوشتین راست، تعداد راستایی که نوشتین تعیین کننده است که نیمکره چپتون چقدر زندگی رو گرفته تو دستش. حالا سوال مهم، اگه تعداد چپ و راست برابر باشه، یعنی شما دارید از 2 نیمکره ذهنتون استفاده میکنید، شما باهوشتر از بقیه هستین. حالا اونایی که چپ بیشتری نوشتن یا اونایی که راست بیشتری نوشتن یعنی چی؟ اونایی که راست بیشتری نوشتن کدوم نیمکره تو زندگی حاکمه؟ اگه تعداد راستی که نوشتید یعنی ما راست رو بیشتر استفاده میکنیم، پس از نیمکره چپمون تو زندگی بیشتر استفاده میکنیم. اگه چپایی که نوشتین تعدادش بیشتره، یعنی از نیمکره راستتون داریم بیشتر استفاده میکنیم. میدونین نیمکره راست جایگاه چیه؟ جایگاه احساسات. اگه شما چپ بیشتر نوشتین، یعنی آدم احساساتی هستین و نیمکره راستتون داره این زندگی رو هدایت میکنه. اگه تعداد راستی که نوشتین بیشتر باشه چی؟ اون وقت یعنی نیمکره چپ داره زندگی رو هدایت میکنه. نیمکره چپ جایگاه چیه؟ کلام، منطق. این آدم ها زیاد حرف میزنن. حالا یه نیمکره راست با یه نیمکره چپ ازدواج میکنه، وقتی دعواشون شد، یکیشون میگه بیا بریم سوار ماشین شیم دور بزنیم، اون یکی میگه بیا بشینیم با هم حرف بزنیم، همینا هم با هم دعواشون میشه. تو تست هایی که ازتون میگیرم، شما پیدا میکنین خودتون، همسرتون یا بچهتون نیمکره راست حاکمه یا نیمکره چپ، و بعد براتون توضیح میدم حالا اونی که نیمکره چپش حاکمه چه جوری زندگی میکنه، اونی که نیمکره راستش حاکمه چه جوری زندگی میکنه.